سلام و درود خدمت همراهان کانال نیو ایر 44. در این وایس در رابطه با ارتباط با فدراسیون کهکشانی و آگاه شدن از حضور آنها صحبت خواهم کرد. فدراسیون کهکشانی در علم، فناوری و معنویت بسیار پیشرفته هستند و مجموعه از گونه‌های فرازمینی‌های خیرخواهند که برای کمک به بشریت در این دوران چالش برانگیز متحد شدند. از زمانی که پلدیان ها برای اولین بار با مردم زمین تماس گرفتند، بحث های زیادی هم در مورد فدراسیون کهکشانی وجود داشته و بسیاری هم هستن که به فرازمینی ها شک دارن، اما شما باید ذهن خودتون رو باز بذارید، چرا که اطلاعات نادرستی که به شما داده شده فقط بر اساس ترس بوده و بسیاری از پلدیان ها هم در قالب انسان و بعضهای ستاره‌ای اکنون در میان ما هستن تا به آغاز دوره جدید به سیاره زمین کمک بکنن و اکنون هم زمان اون هستش که این موضوع برای مردم آشکار بشه، چرا که به خود مردم کمک میکنه تا درباره منشأ خودشون که چه کسانی هستن و چرا اینجا هستن بدونن و همچنین هم به اونها کمک میکنه تا از سیستم‌های اعتقادی قدیمی که اونها رو برای مدت طولانی در حالت توهم و رویا نگه داشته جدا بشن. و همانطور هم که دیگه همه ما میدونیم، همه چیز انرژی هستش. در بعد سوم بسیاری از انرژی ها به شکل های مختلف مثل نور، اعداد، زبان و حتی اشکال هندسی ترجمه میشن و کیهان و فرازمینی و فرشتگانم برای اینکه پیام خودشون رو به انسان ها برسونن از این طریق عمل میکنن و برای درک بهتر اون هم میتونیم یه مثالی بزنیم. با پیشرفت تکنولوژی شما برای رساندن پیامتون به دیگران اکنون از برنامه‌های واتساپ، اینستاگرام و غیره استفاده می‌کنید و کیهان هم به این شکل عمل می‌کنه و پیام‌هاش رو در قالب نشانه‌ها و موارد دیگه برای ما ارسال و بیان می‌کنه و وقتی ما در فرکانس اون پیام‌ها باشیم می‌تونیم اونها رو ترجمه کنیم و یا حتی مثل حلقه‌هایی که فرازمینی‌های خیرخواه در کیسارها ایجاد کردن که هر کدوم از اونها پیام خاص خودش رو داره. و به این نکته هم توجه کنید که اگه چند صد سال پیش میگفتن برنامه‌هایی وارد بازار میشه که افراد میتونن از طریق اون حتی همدیگر رو ببینن، شاید قابل توجیه نبود و افراد تصورش هم نمی‌کردن و همین حالت برای آگاهی‌هایی که اکنون در حال انتشار هستش و وجود داره. فدراسیون کهکشانی به ما کمک خواهد کرد تا از وضعیت کنونی هرج و مرج خارج بشیم تا در هماهنگی با خودمون و یکدیگر و سیاره زندگی بکنیم. اونها میخوان که ما به سطوح بالاتر آگاهی تکامل پیدا کنیم تا بتونیم در شهروندی کیهانی به اونها بپیوندیم و به خاطر همین موضوع هستش که اونها مدام پیام‌های تلپاتیک، انرژی‌های شفابخش رو ارسال می‌کنن. بسیاری از مردم هم نمیتونن این ارتباطات رو تشخیص بدن، چرا که به خودشون و توانایی‌هاشون اعتماد ندارن و چون به این بُعد فیزیکی عادت کردن، عادت ندارن که به درون خودشون گوش بدن که این در واقع کلید اصلی برای ارتباطه. اونها اکنون اینجا هستن و شما هم میتونید حضور اونها رو در زندگیتون احساس کنید. این پیام‌ها هم میتونه هر چیزی باشه، از اطلاعاتی راجع به رویدادهای اخیر یا جاری که در سراسر سیاره رخ میده و دیدن نورهای درخشان یا اجسام عجیبم غیر معمول نیست و همچنین ممکنه از طریق رویاها و مراقبه های خودتون از اونها آگاه بشید. جایی که اونها رو به صورت فیزیکی میبینید یا حضور اونها رو بدون دیدنم میتونید حس بکنید. اونها میتونن به هر شکلی که بخوان ظاهر بشن، بنابراین نمیشه گفت در اولین دیدار اونها چه شکلی هستن. حتی ممکنه شکل انسانی هم داشته باشن و اگه بتونید حضور اونها رو هماهنگ کنید، میتونید بدون هیچ گونه تماس فیزیکی با اونها در سطح ذهنی ارتباط برقرار کنید. در واقع برای آگاهی از فدراسیون کهکشانی باید با فرکانس اونها هماهنگ بشید که بسیار شبیه ارتعاش عشق بیقید و شرط هستش و وقتی صحبت از عشق به معنای عشق به خود، عشق بی قید و شرط به دیگران، عشق به مادر زمین و عشق به تمام مردم و زندگی روی این سیاره و فراتر از اون هستش.
چرا که وقتی به کسی صدمه میزنید در واقع خودتون رو آزار میدید و وقتی کسی رو دوست دارید به این دلیل که اونها بیانی از خود شما هستن. این دنیایی که ما در اون هستیم دنیایی از دوگانگی های نور و تاریکی، خوب و بد، عشق و ترس و غیره. اما زمانی که متوجه میشید که همه چیز یکی هستن و در سطح عمیق‌تری به هم مرتبطن، این دوگانگی از بین میره. شما بخشی از آگاهی کیهانی یک پارچه جهانید که در این زمان در این سیاره در حال تکامل هستید و این قدرت رو دارید که از بعد سوم و چهارم صعود کنید و در واقع این حق شما هستش. فقط باید خودتون و دیگران و مادر زمین رو بدون قید و شرط دوست داشته باشید و در وحدت و هماهنگی با سایر موجودات باشید و خودتون رو موجودات معنوی الهی و کامل ببینید. ایگو با قرار دادن شرایط برای عشقی که میدید و میگیرید جریان عشق رو محدود میکنه. عشقی که فقط رضایت موقت رو به همراه داره و هرچه در قلب شما پاک نیست مثل یه دیوار عمل میکنه و جریان طبیعی عشق رو مسدود میکنه. پس شما هرچه بیشتر راجع به فدراسیون کهکشانی بدونید بیشتر متوجه میشید که اونها چه کارهایی میکنن و جایگاه شما در این مأموریت زمینیتون چه چیزی هستش. مدیتیشن رو در برنامه های روزانه خودتون داشته باشید تا با روح درونیتون ارتباط بگیرید و همچنین نفسانیات رو رها کنید. در واقع ارتقای نفس یک فرایند ساده نیستش. این از طریق رفتن به درون و ارتباط با بخش عمیق‌تر وجود شما حاصل میشه و همچنین از طریق تجربیات در دنیای بیرون به وجود میاد. با این حال ما خیلی بیشتر از نفس سبودی خودمون هستیم. و آنچه که در اطراف شما رخ میداد رو با دیدی بازتر به اون نگاه کنید. و بدنهای نوری خودتون رو فعال بکنید. با کارهایی مثل مدیتیشن، تنفس صحیح و آگاهانه، با خوردن غذاهای ارتعاش بالا، استفاده از نور خورشید، آب کریستالی معراج، شنیدن موسیقی های فرکانس بالا، و مهمتر از همه آگاهی، به همان اندازه که آگاهی بالاتر و آسازی رشته های دی ان ای هم اکتیف تر. و هرچه از ابزارهای آگاهی استفاده کنید و از اونها اطلاع داشته باشید به ارتقای خودتون کمک می کنید. و با اکتیف کردن بدن نوری خودتون تجربه مستقیم تری با فدراسیون کهکشانی خواهید داشت. و از راه‌های دیگه این هستش که روزانه عشق و قدردانی خودتون رو به شکل‌های مختلف به انسان‌ها، حیوانات، درختان و گیاهان و غیره ارسال کنید. چرا که این کار میدان ارتعاشی شما رو با عشق بی‌قید و شرط که گذرگاه مشترک بین انسان‌ها و تمدن‌های فرازمینی هستش تقویت می‌کنه. و همچنین از تکنیک‌های تجسم، رنگ درمانی برای پاکسازی بدن انرژیکی خودتون از انرژی های منفی که مانع درک شما از حضورهای کهکشانی میشه استفاده کنید و عشق و حضور اونها رو احساس کنید و همچنین هم یک سیگنال انرژی قوی از قلب خودتون به فضا بفرستید و اونها منتظر این سیگنال هستن و سیگنال انرژی شما به عنوان یک سیگنال از طریق تلپاتی ارسال خواهد شد. به آسمان و ستاره ها نگاه کنید. وقتی به ستاره ها نگاه می کنید اونها با شما صحبت می کنن و شاید بگن دوست من، ما فقط ذرات کوچک ستاره نیستیم که بی هدف در سراسر کیهان شناور شده باشیم، بلکه ما موجودات باهوشی هستیم، اعضای خانواده باستانی. وقتی بیرون میرید به آسمان نگاه کنید و آنگاه هستش که احساس ارتباط خواهید داشت، چرا که میدونید به تمام موجودات خیرخواه در اون متصلید و آسمان هم بخشی از وجود شماه و به انرژی شما پاسخ میده و حتی قادر خواهید بود که انرژی های اطراف رو ببینید، به اونها حساس بشید و این به این دلیل که با فرکانس های فدراسیون کهکشانیه که هماهنگ شدید. اگه در مورد اونها وقت بذارید و مراقبه کنید در نهایت با اونها تماس خواهید داشت، به شکل رویا، ارتباطات تلپاتیک یا حتی ملاقات واقعی، و این ممکنه زمانی اتفاق بیفته که انتظارش رو ندارید.
ما موجودات چندبعدی هستیم و روند صعود را نمیشه با شرطی شدگی های جامعه و خانواده مهار کرد. گذشته شما پیشبینی آینده شما نیستش و شما اینجا هستید تا همه محدودیت ها رو در مورد آنچه که فکر و احساس میکنید که میتونید به دست بیارید و لیاقتش رو دارید از بین ببرید. در عشق و نور باشید.